چه فکری میخواد بکنه؟ همین فکر رو میکنه که با چه مهارتی ما رو فریب داده از اینجا پاشد و رفت، اما من نمیذارم اینجوری قصر در بره. من این قضیه رو آشکار میکنم و به همه تون ثابت میکنم. آره آره، سمین میدونه. سمین رو صدا میزنم. سمین رو صدا نزنی ماما. شما همین چند ساعت پیش ناراحتش کردی. شما با حال مشکل داری مگه نه؟ تا کی میخواین باهاش اختلاف داشته باشین مامان؟ سمین چرا؟ حالم هست. حالا رو هم صدا میزنم. اون وقت همه یه ماجرا براتون رو میشه. حالا به این ماجرا هیچ ربطی نداره. داره؟ نه ربط نداره. دارم میگم ربط نداره مامان. چرا دختر منو صدا میزنی؟ مگه دیگه بازم چیزی باقی مونده؟ سمین، تو یادته که حاله گفته بود از داداش یکی از دوستاش خوشش میاد؟ سوفیا، تو هم یادته نه؟ اون بهت گفته بود این خرم همون پسر است، داداش همون دوستش. بس کن شهناز، بس کن. حرف خودتو دهن اینا ننداز. قبل از جواب سمین، من جواب حاله رو میخوام. خدای من، هزار مرتبه شکرت که کمکم کردی که از مجازات خطای دوران جاهلیتم قصر در برم. خدایا، من نمیدونم چطور ازت سپاسگزاری کنم. تو من از دروغ گفتن نجات دادی. حاله بگو سمین، حالا از داداش دوستش با تو حرف زده بود؟ این از پسر خوشش میاد؟ نمیتونه بفرست. چرا؟ آها، حتما از این میترسی که اگه توی خونه کسی بفهمه که تو پسری رو انتخاب کردی مشکلی برات پیش بیاد. من فکر میکنم که من باید با شفق حرف بزنم و اونا اینطوری نشون بدن که انگار شفق منو انتخاب کرده تا زن داداشش بشه. حرف بزن سمین. این بهت گفته بود نه؟ بگو لطفاً بگو. محض رضای خدا زنم، خرم نه خواهری داره و نه داداشی. اون توی این دنیا تنهاست. یه مادر داشت، اونم چند وقت پیش فوت کرد. اصلا شما چی میگی؟ تو داری به کسی کمک میکنی که حق تو ازت گرفت؟ زنم و من اصلا نمیخوام به کسی کمک کنم، ولی من یه چیزی رو واضح میدونم که شما توی این ماجرا خرم و دارین الکی درگیرش میکنی. این یه سوء تفاهمه، بقیهش رو خودتون میدونین و عروستون. بریم مامان. سمین، حمزه به هم اعتماد کنی، این دروغ میگه، این دوست پسر داشت. بس کنید مامان، بس کنید. انقدر از حال متنفرین که هرچی دلتون میخواد دربارش میگین. من میتونم قسم بخورم. خفش و شهناز، رسول اینو خفش کن. الان قسم دروغین میخور و یه بلا اینجا نازل میشه. من بهتون دروغ نمیگم امه. من دست روی قرآن بیزارم که خورم عاشق این دختره بود، یا همین قسم بخوره که اون رو نمیشناسه. من قرآنو میارم. مامان، تو مانعش نشو. بذارین ماجرا امروز تموم بشه. خب شهناز، تو دست روی قرآن میذاری و قسم میخوری هرچی که میگی درسته؟ آره. شما چتون شده؟ شما قرآن خدا رو چی فرض کردین؟ من درست شنیده بودم. تو دنیا راحت ترین کار قسم خوردنه، و شما برای حرفای بیهوده و بی سر و ته چطور میتونین قرآن خدا رو زیر سوال ببرین؟ کوتاه بیا شهناز، کسی که قسم دروغین روی قرآن بخوره بلای آسمونی نازل میشه، و من هرگز نمیخوام که تو خونه من بلایی نازل بشه. وقتی راه دیگه ای نباشه، پس این درست‌ترین راه به نظر میرسه مامان. توی دادگاه هم دست روی قرآن میذارن و قسم میخورن عمه. آره، اونی که دروغ بگه اونجا هم دروغ میگه. مامان بزرگ راست میگه. برای معلومات بیشترتون مامان،
توی دادگاه همه غریبه هستن، کسی به کسی اعتماد نداره، اما من به حال اعتماد دارم. حاله، من کاملا به اعتماد دارم، اما برای راحت شدن خیال اینا لطفا یه بار بگو که تو این پسر رو نمیشناسی. منم به حاله هیچ شکی ندارم، حاله من هیچ وقت دروغ نمیگه، این که اون پسر رو هیچ وقت تا به حال ندیده. من راستش، حاله لطفا بگو. نه من اونو نمیشناسم. همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.